نامه پنج عضو سنای آمریکا به جو بایدن از ورود رئیس جمهور منصوب خامنه ای برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی در نیویورک در ماه سپتامبر جلوگیری کنید. پزشکیان علنا متحد شده به سیاست سلف خود یعنی جلاد تهران ادامه دهد. پنج تن از اعضای سنای آمریکا شامل سناتورها ریک اسکات، مارکو روبیو، تام کاتن، جونی ارنس و مارک وین مولین طی نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار جلوگیری از ورود رؤسای کشورهای دیکتاتوری به خاک کشورشان برای شرکت در اجلاس عمومی ملل متحد شامل پزشکیان رئیس جمهور منصوب خامنه ای شدند. پزشکیان از جمله کسانی است که به طور خاص از مشارکت آنها در مجمع عمومی ابراز نگرانی شده است. به خصوص که او علنا متحد شده است به سیاست های سلف خود رئیسی جلاد تهران در جنگ در خاور میانه و جنگ غزه ادامه دهد. سناتورهای امضا کننده نامه به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کردند همچنان که پرزیدنت ترامپ به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم ایران ویزا نداد با این روحیه ما از شما میخواهیم که برای دیکتاتورها از جمله پزشکیان صدور روادید ورود را ممنوع کنید ایالات متحده باید از تبدیل شدن مجمع عمومی سازمان ملل به صحنه ای برای شرورترین رهبران روی زمین برای به دست آوردن اعتبار جلوگیری کند تا به این وسیله پیام روشنی به رژیمهای سرکوبگر ارسال شود